مدام گرگه نوشته گلی ترقی همه ما من و بچه هایم و دوستانی که گهگاه به سراغم می مثل سگ از همسایی طبقه زیرین می ترسیم. زندگی در قربت در پاریس همراه با دلهوره های پنهانی است و احساس گناه از اینکه غریبه ای از آن سوی مرزها آمده و جای خودی ها را غصب کرده است و نوعی پوزش و عقب نشینی اجباری و خشمی خاموش که جرأت بروز ندارد و احساس تحقیری درونی که نیش میزند و منتظر تلافی است و غروری که 2500 سال ریشه دارد و نگاهی که پیوسته از آن بالا با تردید و تمسخر به عوارض تمدن و تجدد مینگرد و اعتقاد به اینکه ما نوادگان کوروش و داریوش حتی در شکست و فلاکت و زوال نیز از همه برتریم چرا خدا میداند و اگر به این روز افتاده ایم از آن همه دبدبه و چهچهه و دنگ و فنگمان چیزی باقی نمانده تقصیر شماست شما غربی های استثمارگر پول پرست ظاهر بین اگر هیچ یک از این تهمت ها درست نباشد یک چیز واقعیت دارد و آن این است که بدبختی کنونی من زیر سر خانم طبقه پایین است که چون شبهی شوم حضوری نامرئی و دائمی در زندگی شلوغ و آشفته ما دارد جرأت راه رفتن، خندیدن، حرف زدن نداریم و از آنجا که تازه از گرد راه رسیده ایم و چون و چرایی زندگی در فرنگ را نمی و از خانه ای بزرگ با حیات و دار و درخت و از میان خانواده و دوست و آشنا به این سمت عالم پرتاب شده ایم مثل آدم های نیم خواب دوره هم میچرخیم و نمیفهمیم که چگونه می شود بدون برخورد به هم یا ایجاد مزاحمت برای دیگران زندگی کرد بچه ها تبدیل به جانورهای افسار گسیخته ای شده اند. اولی پنج و دومی چهار سال دارد. هیجان زده و حراسانند و ترسشان را با کشیدن جیغه های گوش خراش و کوبیدن مشت و لگت به در و دیوار بیان می کنند. پسرم دخترم را میزند و من پسرم را و خانم همسایه به در میکوبد. گاهی وقتها با دسته جارو یا چوبی دراز به تاق اتاقش میزند و یا از پنجره داد میکشد که خفشید و یا پای تلفن آنچنان بلند قیل و قال می کند که من صدایش را نه تنها از توی گوشی بلکه از انتهای راه رو هم می و این تنین خشمگین و مداوم که انگار از چهار گوشه جهان برخواسته است چون شیپور اسرافیل دلم را میلرزاند و منطق ساده و عقب مانده مرا به هم می ریزد. در را باز می کنم. نگاه خجولم که به زمین دوخته شده و صدای لرزانم که کلمه ها را دست و پا شکسته ادا می کند و دستم که بلا تکلیف در هوا مانده و پایم که آماده عقب نشینی و فرار است و بدنم که مغلوب و بیدفاع به جای خود میخ کوب شده همه حاکی از اظهار ندامت و اعتراف به گناه است. به خانم همسایه قول میدهم که این سر و صداهای غیر انسانی دیگر تکرار نخواهد شد و بچه ها با اینکه شام نخورده اند به درک همین الان با اردنگ و تو سری به خواب خواهند رفت و خودم بیان که پایم به زمین برسد چون پشه ای سبک تا انتهای راه رو پرواز خواهم کرد و تا سه روز و سه شب زیر توشک و یا در صورت لزوم زیر تخت در سکوت مرگ به سر خواهم برد و تمام کوششم در طبعیت از قوانین این ملک و رعایت اصول مردم این شهر خواهد بود خانم های پایین حرفهایم را باور ندارد یک بار دیگر حجومی آورد و دوباره صدایش را بالا میبرد و دوباره در چشمهایم خیره میشود و دوباره پرهای دماغش را میلرزاند و میان جملات طویلش مقداری پیف و پاف و آه و اوه می کند و با همه این صداها که به رعد و برق و طوفان میماند به من میفهماند که وضع از همیشه خرابتر است و جنگ حالا حالاها ادامه دارد آپارتمان محدود و کوچک ما که خرکشی محله محمودیه هم حاضر به اجاره آن نبود از آنجا که در وسط شهر پاریس است و راهرو و گنجه دارد سخت گرانبه هاست و در طبقه پنجم ساختمان است که رو به کلیسا دارد و شکر خدا در حیات کلیسا تعدادی درخت کاشته اند و سه چهار گنجشک و هفتش کبوتر چاق زیر شیروانی آن می و همه اینها من و بچه ها را بیاد تهران و شمیران و باقهای دربند می اندازد و خوشحال می کند. علاوه بر این مواهب بزرگ حسن دیگر این لانه این است که جلوه پنجره اتاق نشیمن آن ایوانی دو متری قرار دارد که محل پذیرایی و استراحت و تفریح و تفرج ماست در این باغ دلگوشا تا آنجا که می شود گلدان شمدانی و اطلسی چیده ایم و قروب ها اگر هوا اجازه دهد در این یک وجب مکان سبز و در میان گلهای بدون بو مینشینیم نشینیم تا خیارهای تخمی و حلوهای بی فرنگ را با فراغت خیال مزمزه کنیم و اگر دوستی هم به دیدن ما او را با اینکه جای جم خوردن نداریم دعوت کنیم تا در خوشبختی ما سهیم شود و درد وطن از یادش برود خانم طبقه پایین یا به قول بچه ها مادام گرگه با نشست و برخواست ما در ایوان مخالف است و مخالفت خودش را دقیقه به دقیقه اعلام می کند. جیغ می کشد. ساکت! و این فرمان چنان سریح و قاطع است که صدا در گلوی من می و خنده روی لبهای من یخ میزند. از نشستن در باغ دست می کشیم و من با سرعت پنجره را میبندم و به خودم می گویم که باید صبور و پرحوصله بود و با تواضعی دردناک غرور باستانی را فرو بل اید. به خصوص من ایرانی متهم به گناهی مجهول و محکوم از پیش حق هیچ گونه اعتراضی ندارم و در این شهر مردم در ایوان خانه نمی و هر, هر و کرکر کر و وقت گرانبهایشان را به چرند گویی و علکی خوش بودن نمی گذرانند و اگر هم خواستند دوستی را ببینند که بدون تردید برای بحث درباره سیاست و فلسفه و ادبیات جهان است او را به کافه ای دعوت می کنند و سر ته قضیه را با عجله و همراه با نوشیدن قهوه ای قلیز هم میآورند. آورند. هم برای خودم قانع کننده است اما بچه ها حالیشان نیست از بغل مادر بزرگ و امه و خاله و از میان یک انبار عشق و محبت و ناز و نوازش به جایی سرد و غمگین و بیاتفه تبعید شده اند و معنی این بیعدالتی بزرگ را نمیفهمند. عاشق صدای در یا زنگ تلفن هستند و حتی آمدن مدام را بر سکوت و انزوایی که حاکم بر خانه جدید ماست ترجیح می دهند. فرانسوی ها در خانهشان را به آسانی باز نمی کنند. اول از همه با چشم ذره بینی که روی در نصب است خوب نگاه می کنند تا ببینم کی پشت در است بعد میپرسند که با کی کار دارید و چه می خواهید. وقتی که خوب مطمئن شدند زنجیر در را از تو باز می کنند و بعد قفل اول و سپس قفل دوم را می گشایند و در این فرصت باز نگاه می کنند و باز میپرسند و آخر سر با احتیاط لایه در را باز می کنند و اگر سرزده به سراغشان رفته باشی که در جا عذرت را میخواهند و اگر کار مهمی در پیش باشد همانجا دم در ترتیبان را می دهند و قضیه خاتمه یابد در خانه ما چفت و بست و چشم ذره ندارد مثل باد بدون پرسش زوق زده از آمدن مهمانی ناخوانده آن را باز میکنیم و بچه ها همه را به داخل دعوت می کنند حتی مادام گرگرا و من فوری زیر قوری را روشن می کنم و با لبخند به استقبال کسی که بر چارچوب در ایستاده می روم و دوست ندارم حرفهایم را توی راه رو بزنم. دلم میخواهد که بنشینیم و نفسی تازه کنیم و چای بنوشیم و اگر هم گله و شکایتی داریم سر فرصت مطرح کنیم. خانم طبقه زیرین وقت این کارها را ندارد. میآید بالا در میزند داد میکشد میرود خانم سرایدار هم مثل اوست میآید در میزند بستری پستی را میدهد میرود ممور اداره برق هم مثل آنهاست میآید در میزند می میرود می سلام و احوال پرسی رایج نیست همسایه مجاور زنی میان سال است بد اخلاقی نمی کند از ما شکایت ندارد به در خانمان نمی کوبد. اما انگار که نیست که نه ما وجود خارجی داریم و نه او گهگاهی بهش در راه رو بر می خورم. یا با هم سوار آسانسور می شویم. نه او حرف می زند و نه من اگر سلام کنم جواب می دهد. اگر نکنم چیزی نمی گوید صبح زود می رود و شبها خسته بر می گردد تنهایی او آزارم می دهد و تصور اینکه کسی در شهر خودش چنین منزوی و بیکس و کار باشد ته دلم را میلرزاند. خانم طبقه زیرین زنده است دیوانه است با او دعوا داریم و این خودش یک جور رابطه است لحظه ای نیست که از وجودش آگاه نباشیم و چیزی نیست که مستقل از این آگاهی تعبیر و تفسیر کرده باشیم اسم بچه ها را در کودکستان محله نوشتم و خوشحالم که تمام روز از هشت صبح تا پنج بعد از ظهر نگهشان میدارند و نصف بیشتر خوشحالیم به خاطر رضایت مادام گرگه است و دلم میخواست یک شنبه ها هم مدرسه ها دایر بود و کلاس ها تا دیر وقت شب ادامه داشت. بردن بچه ها به کودکستان آسان نیست، نمی روند و از معلم هایی که زبانشان را نمی فهمند وحشت دارند. صبح ها تاریک است و هوا اغلب بارانی است. ما که ماشین نداریم باید طول یک خیابان و سه کوچه را پیاده برویم. هر دو زار میزنند. به کوچه دوم که می رسیم دلدرد صبح گاهی پسرم شروع می شود. به خودش می پیچد و پاهای مرا می چسبد و میخواهد برگردیم. دلم برایش می سوزد. اما فکر خانه را که می کنم صورت همسایه پیش چشمم ظاهر می شود و بر ترحم مادرانه ام قالب می شود. دخترم خابالود و گیج است و تا در مدرسه چرت می زند. روی پله پای در تک تک خانه های سر راه را می نشیند و خمیازه می کشد. اگر ولش کنم همونجا می خوابد. راه بردن او به ضرب آب نبات و شکلات است. تا می نشیند کاغذ رنگین خوراکی را نشانش می دهم و وسوسه اش می کنم. از جایش می پرد و دو متری به عشق شیرینی می دود و به محض بلعیدن باز می نشیند و چرت می زند. پس یقش را میگیرم و خرکش تا دم کودکستان میبرمش. باران هم مزاحم بزرگی است. نمیدانم چطر را روی سر کدام یک بگیرم. میدانم که شب عدسه و تب و لرز صرفه در انتظارشان است و تمام این صداها از درز پنجره ها عبور خواهد کرد و به گوش های حساس خانم طبقه زیرین خواهد رسید. اگر جنگ نبود برمیگشتم اگر ترس از بمب و موشک نبود یک روز هم بند نمی شدم. اما در حقیقت میدان جنگ اینجاست و دشمن واقعی در طبقه پایین کمین گرفته است. اگر می به احتمال قوی تیر به سرمان نمی خورد در حالی که اینجا هر لحظه در گریز و مقابله هستیم و مسلسلی نامرئی به سوی ما نشانه رفته است. صدام حسین در آن سوی مرز هاست و مادام گرگه در یک قدمی من نشسته است. ما مثل اسرای جنگی دستایی من را روی سر گذاشته ایم و در نهایت خفت به تسلیمی مذبوحانه تندر داده ایم. آنچه کار من را خراب و جرم من را مسلم می کند ندانستن زبان و نفهمیدن حرف هاست. هیچ حربه ای تر از کلمه ها نیست و دهان ما بسته است و پیروزی دشمن به خاطر احاتش بر الفاظ است. خانم همسایه تدبیر جدیدی اندیشیده است. نامه ای رسمی و مفصل شبیه به توبیخ نامه اداری اجراییات برای من فرستاده و هفتش دستور مهم صادر کرده است. اول اینکه باید بلا فاصله کف چوبی اتاقها را با فرش زخیم بپوشانیم تا هنگام راه رفتن کمتر صدا بدهد. از پوشیدن کفش به خصوص کفش های پاشن بلند و دمپایی های چوبی حذر کنیم در بالکن ننشینیم در همام به آشپزخانه چون لوله هواکش دارد و صدا را پخش می کند. حرف نزنیم صبح زود یا شب بعد از ساعت نه حمام نکنیم یا سیفون مستراح را نکشیم در گنجه ها را به هم نکوبیم و هیچ صدای بلندی از خود در نیاوریم مثل خنده، عدسه، صرف، باد شکم آخرین دستور که زیرش قلم قرمز کشیده از تأکید می کند که کمتر در خانه باشیم و سعی کنیم تا می شود بیشتر وقت خود را در خارج از خانه بگذرانیم چاره جز اطاعت نیست کف اتاق را به سرعت با موکتی زخیم و اسفنجدار فرش می کنیم. هنگام راه رفتن پابرنه هستیم و حرف زدن من تبدیل به نجوا شده است. دوستانی که به سراغ ما می آیند را دم در می کنند. ترس ما به آنها هم سرایت کرده است. پذیرفته این که محتاط و بی سر و صدا باشیم و خواسته های ما را انکار کنیم. کم کم از یاد من رفته است که ما هم آدم هستیم و هر کس در چهار دیواری خودش آزاد است و خیلی هم زود بیچک و چانه به فرامینی که صادر شده گوش سپرده ایم و خیلی آسان و طبیعی استبداد مادام گرگی را پذیرفته ایم. عادت نداریم که از حق خود دفاع کنیم و حقوق خود را در این دیار نمی در گذشته هم نمی شناختیم و آنچه داشتیم گمان می بردیم از سرمان هم زیاد است. تهمانده ی میراس اجدادی است. مادام گورگه از برتری خود آگاه است و هر روز دندانهایش را تیزتر می کند. از تمام فرامینی که صادر کرده آخرین آن تر است. بیشتر وقت خود را در خارج از خانه بگذرانید. کجا برویم؟ دوستان من بیشتر هنرمند و نویسنده و نقاشند. زن و بچه ندارند. پول و پله و خانه بزرگ و امکان پذیرایی ندارند. هر کدام در اتاق کوچک که انباشته از کتاب و کاغذ، یا رنگ و سپایه و قلم موست زندگی می کنند و خانهشان جای بچه نیست آنها هم که اهل و ایال دارند از دست بچه هایشان در عذابند و تحمل بچه های اضافی را ندارند تنها راه فرار پناه بردن به پارک است روبروی خانه ما پارک قرازه است که پاتوق پیرزنهای محله و کلفتهای عرب است آخر غروب هم گداهای مست جمع می شوند و پولهایشان را تقسیم می کنند. از این پارک بیزارم و غم دنیا به دلم می نشیند. تنها تفریح بچه ها در این پارک خاکبازی یا بالا رفتن از سرسره ای کوفتی است. باغ لوزانبورگ زیباست اما دور است و رفتن به جاهای دور در هوای متغیر پاریس خطرناک است. نرسیده باران می گیرد و ما هم که عادت به چتر و کلاه نداریم در نتیجه لخت و بیدفاع هستیم و باید ساعت ها زیر تاقی مغازه پناه بگیریم و خیس آب دست از پا درازتر برگردیم یک ها از بخت بد همیشه باران می آید و محکوم به ماندن در خانه هستیم به ایوان کوچکمان پناه می بریم اما اعتراض همسایه این آخرین پناهگاه را هم از ما می گیرد ساعت خوش زندگی وقتی است که بچه ها خوابند و چراغهای طبقه پایین خاموش است و سه چهار نامه از اطراف و اکناف دنیا از دوستان و قوم و خیش های در به در رسیده است نامه ها را فوری نمی میگذرم برای شب در رخت خواب با یک فنجان قهوه داغ و سیگاری جانانه نامه اول از لیلی است که در تهران زندگی می کند و خوشبخت و راضی است بچه هایش به مدرسه می روند و دو هزار دوست و رفیق دارند و توی باغ و کوچه و میدان محله می چرخند و ترسی از جنگ و بمب ندارند. خودش کار می کند. از هجاب اسلامی وحشت ندارد و هر شب به مهمانی می روند و یا ده ها مهمان دارد. نامه دوم از داریوش آ است. چنان غمگین و تلخ است که گریه هم می بیکار و بیپول است پسرش فراری است دوستانش متواریند و آنچنان تصویر سیاهی از آینده دارد که وحشت می کنم سوم از آقای کاف است گزارشی دقیق و فشرده از اخبار بد است پسر برادرش را تیر باران کرده اند و مادرش دوبار دست به خودکشی زده گرانی بیداد می کند و به زودی همه از گرسنگی خواهند مرد عمله ها هر شب به خانه ها حمله می کنند و سر زن و بچه و پیر و جوان را گوش تا گوش میبارند. بارند. روزها با آمریکایی ها ساخته اند و تجزیه ایران حتمی است. پسرهای مشتکبر باغبان مأمور کمیته محمودیه شده اند و قصد دارند اموال او را مصادره کنند. آخرین نام مال مادرم است که چندین صفحه است و شبیه به سناریوی فیلم فارسی است پر از اتفاق و ماجراست پر از زد و نقیز است آدمها در این نامه هم به شدت خوشبختند هم به شدت بدبخت مهمانی و گردش و تفریح و خوشگذرانی تمامی ندارد همه دوره هم جمعند می خورند و می نوشند و دعا به جان جمهوری اسلامی می کنند بعد یک مرتبه ورق بر سطرهای بعدی نامه حکایت از محرومیت هاست برق نیست آب نیست گوشت پیدا نمی شود و با آمده دکتر و دارو نیست امنیت نیست پلیس و پاسبان نیست گرانی و قهدی بیداد می کند دو متر برف آمده نفت پیدا نمی شود سرما کشنده است و از همه بدتر تحمل تنهایی است و دوری از بچه ها و آخر نامه دوباره فوش به فرنگستان و پاریس است و اینکه ما در اینجا همه چی داریم و برای خودمان در شهر خودمان خانومی می کنیم و منت خارجی ها را نمی کشیم و همه آنها که رفته اند اشتباه کرده اند و باز صحبت از مهمانی و خورد و خوراک و تفریح می شود و در پایان یک مرتبه مادران اعلام می کند که تصمیم دارم خانه و دار و ندارم را بفروشم و سوراخی در قربت برای خودم تهیه کنم و این چند روز باقی مانده را دست کم با خیال آسوده بگذرانم. دیر وقت است خوابم نمی برد. دخترم آبل مرگان گرفته است و از تب می سوزد. نگرانم و نمیدانم از کی کمک بخواهم. بخواهم چیزی بنویسم اما کلم کار نمی کند. کتابی را که به دست گرفتم ورق میزنم یک صفحه میخوانم و می بینم یک کلمه در ذهنم ثبت نشده است. دو روز است که یک ریز میبارد. بارد. کاش کسی به دیدنم می آمد. هوای تهران با وجود زمستان و سرما آفتابی است و لیلی از پیاده روی صبح های جمعه نوشته است. همه به کوه می روند و در قهوهخانه های سر راه صبحانه می خورند. داریوش آ به این حرف می خندد و برایم نوشته که حتی کوه ها ماتم گرفته و از آسمان برف سیاه روی سر مردم ریخته است. بچه ها خوابند، هر دو تب دارند، دلم شور می زند. کاش کسی به دیدنم می آمد. به خودم می گویم که بر می گردم. در شهر خودم دست کم امه و امو و مادری هست که می شود ازشان کمک خواست. نه کسی زیرم و نه کسی بالای سرم نشسته است. از همسایه هایم وحشت ندارم و می توانم خانه خودم داد بکشم جست و خیز کنم بخندم زار بزنم برقصم همین فردا بر داریوش آ تنها کسی است که به ماندن تشویقم می کند می گوید, عزیز من کجا در خانه خودت آزادی؟ حق نداری برخلاف قاعده و اصول وضع شده نفس بکشی حرف بزنی فکر کنی لباس بپوشی غذا بخوری حتی مستراح رفتنت هم طریقه و روش دارد چفتگیری، گیری عشق ورزی مردنت هم آزاد نیست و تمام ذره ها و لحظه های زیستنت از پیش مقرر شده است چه کنم؟ بمانم یا برگردم؟ در میزنند گوش میدهم از جا می پرم، کی میتواند باشد؟ زنگ در خراب است با مشت به آن میکوبند قلبم میزند خبر بدی است مطمئنم برای مادرم اتفاقی افتاده برادرم را گرفتهاند پلیس است دوستی متواری است کتاب از دستم میافتد پایم به سیم چراغ پای تخت میگیرد شتاب زده پیراهنی روی لباس خوابم میپوشم بچهها خوابند کی میتواند باشد آمدم به فارسی میگویم و به فرانسه شتاب زده آمدم در رو باز می کنم چی؟ خانم طبقه پایین است انتظار او را نداشتم چون این وقت شب اصولا خواب است و دلیلی برای آمدن ندارد هاج و مانده ام رنگم پریده است قلبم بی اختیار می زند و از حالت دست و با چلوفتی و تته پته کردن خودم کلافم. ام مادام گرگه لکنت زبان و تردید و تزلزل مرا که میبیند براغ میشود صدایش را بالا میبرد میگوید چه خبره چی کار میکنی؟ کی؟ میپرسد که این جنجال و هم همه چیست؟ کدام صدا؟ عادت کردم که حق را به او بدهم و فکر می کنم که حتما بچه ها بیدار شده اند و سرگرم جست و خیزند. دو قدم به طرف اتاقشان می دوم. گوش می, می دهم. سکوت محض است. مزخرف میگوید و آمدنش بدون دلیل است این بار حق با من است حساب دو دو تا چهار تا است دانستن زبان فرانسه و شناخت فرهنگ شرق و غرب نمیخواهد منطق ساده آدم هاست هیچ صدایی در خانه ما نیست و خانم طبقه زیرین اشتباه میکند این دفعه دیگر زیر بار زور نمیروم و چون حق با من است و این حق داشتم امتیاز بزرگی است که به من نیرو و جسارت میدهد. سرم را بلند می کنم صدایم در می آید می کدوم صدا؟ مادام انتظار بازخواست ندارد و جا میخورد. سرش را می آورد جلو و نگاهی شتاب زده به داخل می افکند. بلندتر می پرسم کدوم صدا؟ منومن من مادام گستاخترم می کند خشمی کهنه که توی روده هایم پنهان بود ناگهان فوران می کند و مثل تب توی بدنم پخش می شود داغ می شدم. عرق می کنم و داد میکشم. خانم همسایه منتظر این فریاد نیست و جا می خورد. جریتر می شبم. شکمم قار و قور می کند. یک قدم جلو می روم. این بار به صورت مادام گرگه نگاه می کنم و برای اولین بار او را همان گونه که هست می بینم. تصویر دیگری از او داشتم. فکر میکردم که عجوزه و پیر است و حتی شاخ و ریش و پشم دارد. فکر می کردم شبیه دراکولاست و دندان گراز دارد. هیچ کدام از اینها نیست. هم سن و سال من است. هم و هیکل من. موهای کوتاه قهوه ای رنگ که چرب و نشسته است. و لباس پوشیدنش برخلاف زنهای فرانسوی شیک و پیک و آراسته نیست. دو تا خط عمیق دو طرف لبهایش دارد که صورتش را تلخ می کند. خسته و عصبی است آبستن است شبیه به تمام زنهای غمگی نیست که کله سهر سر کار می روند و شب کوفته و ناامید پای تلویزیون از حال می روند. با فرانسوی دست و پا شکسته ای بهش توضیح می دهم که بچه ها خوابند و خود من هم در تخت خواب بودم و یک مرتبه به عقلم می رسد که حرفهایم را به زبان خودم بگویم یا به انگلیسی که برایم راحت تر است. فرانسوی ها از زبان انگلیسی می ترزند و با غروری کودکانه و سماجتی عقب مانده از یاد گرفتن آن عبا دارند. اما بد آمدنشان ظاهری است و ته دل شیفته آمریکا و آمریکایی هند. دهانم باز می شود. انگار پر و بال هم. دیگر کسی جلو دارم نیست. مثل بلبل چهچه میزنم می زنم و در اقیانوسی از کلمات شناورم. فکرهایم با زبانم یکی است. دیگر مجبور نیستم که درز بگیرم و جمله هایم را ساده و کوتاه کنم. دلم میخواهد نطخ کنم. مست از قدرت بیان خودم هستم. میتوانم به این زبان که در اختیار من است فوش بدهم و همین کار را هم میکنم. نمیدانم آدم گرگه معنی حرفهای مرا میفهمد یا نه برایم مهم نیست. تنین اسبات و برق نگاه و تهاجمی که در حرکاتم است به خانم طبقه زیرین میگوید که باید گورش را گم کند و برود اگر یک مرتبه دیگر این طرفا پیدایش شد تکه بزرگش گوشش خواهد بود زنی که گاه کسافت بدبخت خر بیشعور داد میکشم دستم را در هوا تکان میدهم و پایم را به نشانه کوبیدن لگت بلند میکنم هرچه بیشتر اوج میگیرم مادام کوچکتر می شود. شبیه به بره شده که می سرش را ببرند. در عوض من قد کشیده ام و دندانهایم مثل دراکولا بیرون زده است. حس می کنم که شاخوریش در آورده ام و شبیه به اجده ها شده ام و کیف می کنم. اگر ولم کنند مادام بدبخت را درسته می بلم. ها ها تنوره می کشم. ها 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 یورش می برم. مطم جیغی خفیف میکشد و به طرف در آسانسور میدود ولکن نیستم خدا میداند که چه چیزها میگویم عاشق قدرت نمایی خودم شدم و دلم میخواهد به طبقه بالا بروم در بزنم و از همه شکایت کنم دستور دهم که حق حرف زدن و راه رفتن ندارند و صورتشان را چنگول بکشم خانم طبقی زیرین به محض باز شدن در آسانسور توی آن می پرد و نفس زنان ناپدید می شود. به راستی ناپدید می شود. روز بعد و روزهای بعد و ماه و ماههای بعد از او خبری نیست. انگار آب شده و به زمین فرو رفته است. مدتها بعد تصادفی در راه رو نزدیک در خروجی ساختمان همدیگر را می بینیم. هر دو با سرعت رویمان را برمیگردانیم و دور میشویم. تنها خاطره ای که از او در یادم میماند شکم گنده و چشم های خسته اوست. آخرین روزهای بارداریش را رو می گذراند. زندگی با غیبت کبرای مادام گرگه آرام آرام شکل طبیعی می گیرد. با کفش در اتاقها راه می رویم و به راحتی و بدون ترس حرف میزنیم و حتی وقتی هوا آفتابیست در ایوان خانه مینشینیم نشینیم و از خندیدن حراسی نداریم. بچه ها آرامتر آرام شده اند و سایه دراکولا رویشان سنگینی نمی کند. اگر خواستیم بیرون می رویم و بیرون ماندنمان اجباری نیست. تابستان از راه می رسد و نزدیک سهر است که از گریه یک نواخت نوزادی بیدار می شدم و خوب که گوش میدهم میشنوم که صدا از طبقه پایین است و پیش خودم می خندم. مادام گرفتار شده است و نوبت کیش و پیش و بیخوابی اوست سالها میگذرد و ما هنوز در خیال بازگشت هستیم بچه ها بزرگ شده اند و برای رفتن به مدرسه غر و بوق نمی کنند. خودشان می روند و به خانه بر می گردند. هایشان کمتر شده و ترس از خانم طبقه پایین از یادشان رفته است. اول پاییز است و از آن یک شنبه های کذایی هوا گرفته و سوز تیزی می آید بچه ها در خانه هند و شب میهمان داریم می تا از عرب گرانفروشی که روزهای تعطیل هم مغازهش را نمی بندد خرید کنم از کنار پارک گده ها چشمم به مادام گرگه می افتد که روی نیمکت نشسته و نگاهش خیره به نقطه ای دور است سردش است و یقه کتش را بالا کشیده و شانههایش را جمع کرده است. کتابی نیمه باز روی زانویش است. سیگاری نیمه خاموش میان انگشتانش مانده و موهایش مثل همیشه چرب و آشفته است. پای راستش را دراز کرده و ساقش پیچیده و کفشش بیرون سریده است. بچهش روی خاکها سرگرم بازی است. آنچنان غمگین و زهوار در رفته که دلم برایش می سوزد. از خودم می پرسم که چرا در این سوز سرما در این پارک کوفتی نشسته است و یاد نامش میافتم. افتم. بدون شک همسایه ای ازش شکایت کرده و به او دستور داده است تا بچهش را خارج از خانه بازی دهد. می بینم که مادام گرگه دیگری برای او دندان تیز کرده و دلم می گیرد. در این ساختمان مرفه که رو به باغ و کلیسا دارد ده بره گرگ نما در کمین هم نشستند و بدبختی هایشان را به حساب هم میگذارند. گذارند. گرگ های خسته ناامید با آرزوهای کوچک و امیدهای واهی در انتظار روزها و چیزهای بهتر. از خودم میپرسم که آیا میشد جور دیگری بود؟ میشد؟ شد؟ دوسه قطر باران روی صورتم میافتد تند میکنم خانم طبقه پایین همچنان مبهوت و سرگشته نشسته است گدایی مست زیر درختها از حال رفته شاید هم مرده است کسی نگاهش نمی کند عجله می کنم فکر آمدن مهمان هستم و در شتاب برای خرید خرد و خوراک پرسشی که کرده بودم از یادم می رود. 6 اکتبر 1989 پاریس